که به تعبیر ما بازار ایران میشه با بزرگترین بازار خاورمیانه هستش، مخصوصا بعد از رفع تحریم ها. طبعا با توجه به اینکه مشکلات تحریم وجود نداره، تصورمون بر این هستش که قدرت خرید مردم هم بالا میره و این یک سری توقعات رو برای ما ایجاد میکنه که حتما حضور بیشتری داشته باشه. ما از طرف مدیران ارشد زیتی دفتر مرکز زیتی باید بگم که ایران رو با عنوانش بازار کلیدی و بزرگترین بازار تاپ خاورمیانه در نظر گرفتیم که حتما حضور چشمی داشته باشیم. و همینطور به همراه شریک تجاریمون شرکت یاس سعیمون بر این هستش که حتما فعالیت های اجتماعی گسترده تری هم توی بازار ایران داشته باشیم. بودجه تبلیغات ما برای بازار ایران بودن 3 میلیون دلار هستش و امیدواریم که این 3 میلیون دلار رو در حقیقت ما به همراه فروش، یعنی یک فروش متناسبی داشته باشیم که بتونیم 3 میلیون دلار رو هم حتما توی بازار ایران خرج کنیم. مهمترین چیزی که برای شرکت یاس از یک اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست، احترام کمپانی ها به مصرف کننده ایران است. و اگر این احترام رو شرکت یاس احساس بکنه که یک کمپانی نسبت به مصرف کننده ایرانی داره، قدر مسلم ما جای اضافه کردن برند رو داریم، مشروط بر این که همونجور که عرض کردم این احترام رو کمپانی ها هم به لحاظ در واقع تأمین قطع ارائه سرویس های به هنگام به مصرف کننده ایرانی داشته باشن و باورشون از بازار بزرگ ایران که حالا دوستان هم بهش اشاره کردن فقط این نباشه که بیان اینجا و یه تعدادی کالاشون رو توی بازار ایران عرضه بکنن و مصرف کننده ایرانی رو دوچار در واقع دردسر و بلا تکلیفی داشته باشه. متاسفانه مبحث قاچاق توی کشورمون یه رنگ بدی پیدا کرده، این رو اینجوری بگم شاید بهتر باشه. و یکی از کالاهایی که دولت به راحتی میتونه این رو کنترل بکنه با توجه به آیمی نامبر که روی این دستگاه هستش، حالا کشورهایی مثل همسایه ما مثل ترکیه، شما به عنوان توریست هم که میرید حد اکثر 15 روز گوشیتون کار میکنه، بعد از 15 روز گوشیتون از رده مخابراتی اون کشور خارج میشه. تمهیداتی در واقع در خصوص رجستر اجرایی شده، پنلش در واقع چون یک خوشبختانه سیکل بسیار همراه با کنترل بالا رو خواهد داشت و قطعا این اتفاق میفته، چون ما اگر حساب بکنیم توی مبحث در واقع موبایل شاید بالغ بر 200 میلیارد تومان 2000 میلیارد تومان ببخشید در سال پول ناپدیده و توی شبکه غیر منطقی که حالا شبکه قاچاق کالا هستش در واقع داره هضم میشه. و با توجه به وضعیتی که ما داریم طبیعتاً بحث شفاف سازی که باید توی تجارت خارجیمون باشه که حالا خوشبختانه با توجه به اینکه خیلی از
درها به سوی تجارت ایران باز شده. ما امیدوار هستیم که این مبحث رجستر بتونه یه کمک واقعی باشه که فقط بحث قاچاق کالا مختص به این نمیشه که شما یه کالایی رو بگیرید حالا مثلا یه اختلاف قیمتی داشته باشه. خیلی از این کالاها کالای ریبلد شده است. شما توی پایان حدودا پایان سال میلادی منطقه مدلیس مملو از دستگاه‌های موبایلی میشه که توسط اپراتورها توی این بازار اومده و خیلی از این دستگاه‌ها متأسفانه دستگاه دست دوم هستش و باید عرض بکنم که قطعا این اتفاق خواهد افتاد. ما خیلی امیدوار هستیم که تا پایان بهمن این مبحث رجستر انشالله اجرایی بشه با توجه به اطلاعاتی هم که داریم. اگر یک تأخیری از آبان ماه هم به این تا امروز داره به خاطر این بود که تمام اون روزنه هایی که میتونه بحث رجستر رو تحت شعاع قرار بده اینا همه از بین بره و یک پلن کاملا منطقی برای رجستر اتفاق بیفته که انشالله یک بار برای همیشه باشه. I think from JFK report that Iran market yearly shipment is about 12 million smartphones to Iran, and I think in this year this after the sanction this number. طبق آماری که وجود داره سایز بازار ایران از لحاظ تعداد سالانه حدودا 12 میلیون دستگاه گوشی هستش. ولی تصور من اینه که بعد از رفع تحریم‌ها حتی این عدد تا 14 الی 15 میلیون دلار هم میتونه برسه، میلیون دستگاه هم میتونه برسه. اکثرا برندهای چینی توی گوشی های میان رده یا به تعبیر خودمون تقریبا میشه گفت حدود 300 400 هزار تومان تا 700 هزار تومان پرفروش ترین های برندهای چینی هستش و جالب اینجاست که اکثر فروش گوشی های میان رده یا گوشی چینی توی شهرستان هست، یعنی خارج از بازار تهران. خب این برمیگرده به اون قدرت برند یا تصوری که از برند توی بازار وجود داره. یک برند مثلا قدیمی‌تر یا یک برند حالا مثلا بگم آیفون یا برندای مثلا کره، اینا خب به طبع خاطر بس برندشون روی مثلا گوشی فلگشیپ یا گوشی مثلا گرون قیمت خیلی موفق‌ترن. طبیعتاً وقتی بحث تبلیغات برند مطرح میشه یه شرکت داخلی به تنهایی نمیتونه تمام امورات رو انجام بده. طبیعتاً پشتیبانیه در حقیقت برند بایستی باشه. عرض کردم توی جلسات متعددی که داشتیم در زمینه‌های مختلف و یکیش بحث تبلیغات، تعاملات خوبی با کمپانی انجام شده، بودجه به خصوصی برای این کار در نظر گرفته شده به صورت فصلی که انشالله در حقیقت به صورت مشترک بودجه از طرف شرکت یاس، بودجه از طرف شرکت زتی توامان در بازار صرف تبلیغ و توسعه این برند خواهد شد. فعالیت مارکتینگ مثلا به صورت ATL که داریم اینا رو خود دفتر زتی مثلا داره از لحاظ هزینه ها رو مثلا داره انجام میده، بعضن بعضی از اونا رو مثلا خب شرکت یاس تداخل دارن توی مثلا بخش هزینه ها و همینطور اجرای کار. ما یک تیمی رو ستاپ کردیم که شرکت اسم شرکت فرانگرش که کارهای مرچندایزینگ و کارهای مثلا اینستور اکتیویتی همون یا درون فروشگاهی رو دارن برامون انجام میدن، از گرفتن آمارای فروش و از اون بزرگ توزیع محصولات به اصطلاح تبلیغ وسایل تبلیغاتی و همینطور با مشارکت شرکت یا سه تا برند شاپ رو شروع کردیم احداث کردن. یکی توی بازار موبایل تهران هستش یعنی خیابون حافظ، یکی توی پاساژ علی‌الدین طبقه همکف و یکم توی رشت هستش. البته بحث برند شاپ ها جز اولویت اصلی ما هستش که انشالله بتونیم توی تمام مراکز اصلی استان ها حتما برند شاپ داشته باشیم و اینا بیشتر بحث برندینگ و بحث فروشگاهی برای خود شرکت هستش. و در مورد بحث بازار آمریکا که فرمودید، ببینید الان زتی مثلا توی آمریکا یکی از اسپانسرای NBA هستش، یعنی لیگ NBA آمریکا یکی از اسپانسرای اصلیش زتیه. اینا یک سری بحث مارکتینگی که به صورت گلوبال یعنی از جهانی و از خود دفتر به صورت مرکزی داره تصمیم گیری میشه و به صورت برندینگ داره انجام میشه.